سلام دوستای خوبه، خیلی خوش اومدین. میگه تون یکی چرا سیبیل دارید؟ قشنگ نیست. تون یکی سیبیل ندارید. متوجه نمیشم چی نوشتی. تون یکی قبلا ریش سیبیل داشتیم، ریشه رو زدیم، الان سیبیل گذاشتیم. تو اون دوستت نمیدونم. سلام رضا جان، حالت خوبه؟ زنده باشی داره تو یارم حاج رضا عزیز دلم. سلام سگ سیبیل. سگا سیبیل ندارن، من نمیدونم چه اصطلاحیه. حالا گربه ها سیبیل دارن، ولی سگا رو من ندیدم سیبیل آنچنانی داشته باشن. سگ ماهی ها فکر کنم داشته باشن. آقا رضا کافی عشقه. دوستان خیلی خوش اومدین، زنده باشین. ممنونم که لایک میکنین، حمایت میکنین. میگه سلام، چرا صفحه باز نمیشه؟ کدوم صفحه داداش؟ صفحه که بازه و داریم لایف میدیم. و آور جان ممنونم از سپورت و حمایتی که میکنی، لایک میکنی، زنده باشین. به 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 با لایکاتون بتره کنین لایبو، عشق منی. ماشالله 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 ماشالله. زنده باشین عجزا اورای عزیز. میگه سیبیلای شما قشنگ نیست. مال آجزا حرف نره، سیبیلاش قشنگه، یعنی خاصه، به چهرش میاد. سیبیلای من سنتیه، یعنی سنتی قدیمی کردیه به قول معروف. ولی حاج رضا مثلا نوه سیبیلش و تاب دادنش و به قول معروف یه جور خاصه، به چهرش هم خیلی میاد. ممنونم، زنده باشین از زیدنم، دورتون بگردم. فرد فسر اینا رو هم میزنیم بدون ریسی بیل میام، فرق نمی کنه برامو. ماشالله ماشالله ماشالله. میگه ریشات با حزب باد رفت. والا حزب باد شما ها این که دائما متغیرین. اونایی که با سید آبی زندگی کردند و قول معروف حالا چه لحاظ مجازی چه لحاظ حقیقی دیدن، همیشه یه جور بودیم، تغییر نکردیم، چه تو اندیشمون چه تو اعتقاداتمون. تو رفتارهای روزانمون داداش، حالا شما مصری بیای بی ادبی بکنی، کاری نکن ما هم وایسیم بهت بی ادبی بکنیم، بعد بری جار بزنی میریم تو سید لاب سید آیپوش، فقط بی ادبی میکنه. نمیگی خودت باعث بی ادب شدن من شدی؟ یا گناه بی ادبی کردن ما به گردن شما میفته، چون شما ما رو وادار میکنین.
وایسیم جوابی ادبیتونو بدیم. دوستان فشارشون رو بخونم و جواب بدم یا اصلا نخونم و توجه نکنم؟ بیه برش حساب بکنم اصلا اینجوری دیگه جوابش ندیم بهتره. ها نظر شما چیه؟ میگه توجه کنی خوشحال میشه و توجه نمی کنیم، فقط با اشغال حال میکنیم اونایی که واقعا مشتی هم. چشم داشت بیاره خدا توجه نمی کنیم. خدا یه صبری بده یه صبری بده بیادبی اینو توجه نکنیم. یه سریاشون که اصلا کلن ذاتن بیادبن، خب ذاتن یعنی از همون قنداق به جای آواز و آیات و قرآن. دوستان صدای من دارین؟ الله یحب الصابرین. صحیح، صابرین را هم دوست دار. الله یحب الصابرین. خب خدا شو چون یک دوتا پشت خطی داشتم به خاطر اون خدمت شما عرض کنم. گفتیم که یه عده‌شون که اصلا کلن یعنی از اونجایی که پر قنداقشون رو بستن به جایی که از آن تو گوششون بخونن و مثلا ذکر خدایی بگن و یا اونایی که اهل مثلا موسیقی آرامش بخش بشه، نه اینا رو با فوش و تو سری و فوش خوار مادر بزرگ کردن، میان اینجوری، میان ساختارشون اینجوریه. یه سریاشون برای جلب توجه میکنن، سریاشون برای جلب توجه میخواد بیاد به چش. مثل حکایت اون یارو، یه شخصی بود قدیما، حکایتش خیلی ها تو شنیدین، میگفتن این یارو هر کاری میکرد مثلا تو جمع بزرگا دیده نمیشد، هر کاری میکرد و خدمت میکرد، نمیدونم فلان میکرد، بالا میپری پایی میپری، هر کاری میکرد تو چشم بزرگا و مثلا اون قوم دیده نمیشد. گو چیکار کنم من به چشم بیام؟ یه روز نشست فکر کرد، رفت تو جمع بزرگا، یه ها شهروارش کشید پایین، خب معذرت میخوام گلاب بروتون، اونجا کسافت کاری کرد. بعد دیگه از اون روز اسمش آوردن، بیاد آوردنش. ولیکن چجوری بیادش آوردن؟ بیادش آوردن هر موقع هر کی مسئله میخواست بزنه میگفت یاد میاد فلانی شهروارش کشید پایین رید، اینجوری مثلا دیگه به چشم اومده. حالا یه سری ها اینا میان بی ادبی مینویسن که تو کامنت ها به چشم بیاد، جلب توجه بکنن، چهار نفر ببیننشون، بعد برن تو دایرکتشون میگن آقا جریان چیه، چجوریه، فلانه، بشینه براش داستان ببافه و خالی بندی بکنه و بالاخره اونم عرابه دار بکنه. حکایتش ایناست. یعنی آدمی که واقعا معتقد باشه، مؤدب باشه، منظم باشه، هیچ موقع ارا نمیرسه به یکی بیاد بی‌ادبی بکنه. مسلما اگه هم حرفی داره، نقدی داره، میاد مستقیم میگه آقا من این مشکل با شما دارم، این رفتارت این گونه صحیح نیست، صحیحه، اینجا مورد داره، اینجوری میگه و میره. در صورت توجه نمی کنیم ما به اینا. خدا یه صبری به ما بده.
سلام و درود دارم همه بزرگان. خدا شکرت. بسم الله آقا. آقا ما افغانی نیستیم، من کردم. بعد به افغانی ها توهین نکن. افغانی ها برادران و خواهران و عزیزان ما هستن، همسایه ما هستن، هم فرهنگ ما، هم زبان ما، هم دین و عقیده ما. توهین نکن داداش. یه کاش الان یه پشت بودن یه ماچ خوشگل ازت میگرفتم. دو گردم. دیگه نیاز به فتوای شما کرد بودن یا نبودن هم نداره داداش. اونایی که باید بدونن میدونن. آقا سید بی خیالش شو. گفتم اینا و پر قنداقشون اینجوری بزرگ شدن. اینا میخوام من عصبی بکنن، من برگردم جوابشون رو با بیادبی بدم، بعد برن جار بزنن. ما میریم تو لایو سید آرپوش فقط فوش میده. چجوری میخوان جلب توجه بکنن داداش؟ این راش نیست، اینجوری نمیتونی جلب توجه بکنی با فحاشی. اونم پیش کی؟ پیش سید آقای پوش. ان الله مع الصابرین. اون روز کی بود تو یکی از لایوام گفتم، گفتم اینا که میان بی ادبی میکنن به خداوندی خود توجه بکنین. برین تو لایوای کسی که اونایی که لایو گذارن آمریکایی ان. چش الان میارمت بالا. آمریکایی ان، انگلیسی ان، فیلیپین، مال هر کجا. اصلا نه فارسی میتونن بخونن نه فارسی میتونن حرف بزنن. همچی آدمایی رو میرین تو لایوای این بنده خداها میبینین اونجا با کامنت فارسی فش می نویسن برای یارو. ببینی اینا چقدر بدبخت بیچارن. سلام برادرم. الله دو تا سیویل میشه 60 سیویل. خوبی؟ خوش از سلامتی. بچه ها می نوشتن می گفتن آقا اینجوری، گفتم نه مال آقا رضا اصلا یه خاصه، سیبیلاش خاصه، بهش هم میاد، به چهرهش، به اینا میاد. حالا مال ما سیبیل ما سنتیه تقریبا. همین این سیبیل من خاریش در چشم دشمنان. سید ریشا زدی؟ بله ریشا رو زدم، معلومه دیگه. چرا میپرسی؟ تصویرت کجا هست؟ تصویر من نیست؟ نه من تصویرم هست. بذار من برم پایین دوباره بیام بالا، چون تصویر نیست. دوستان تصویر منو دارین؟ همه دارن دیگه، میبینن حرف میزنن. بذار من برم پایین دوباره بیام، چون تصویر نداره. آقا سید عزیز
میگه صحیح تصویر هر دوتاتون هست. دوستان و بزرگوارم خیلی خوش اومدین، همه تو خوش اومدین، عشق منین. رفت پایین بباره بر میگرده. گروه رو میگه سید نیستی، دیدگاه شماست، ما به دیدگاه شما اهمیت میذاریم. یا الله الان هست تاثیر من هست؟ هست هست. چه خبر؟ خوبی؟ غلامت هم از رضا. الحمدلله الحمدلله. چیه؟ میگم اینا چیه؟ اونه که فوش میدن یکم آبدون بهشون بده شاید ساکت شن. درست تو این لاب جوابشون رو ندیم، درست تو این لاب امروز جوابشون ندیم، با صبوری بکشیمشون. نه جوابشون نده چون که تغذیه شونه، تغذیه امروزشون بهشون نده، ولشون کن. من بهشون گفتم، گفتم اینا آخه یه مدت من به قول معروف جواب بیادبیاشون رو میدادم، اینا چیکار میکردن؟ خواهرشون و مادرشون و زناشون و ایناشون رو میوردن دور خودشون جمع میکردن. خب دست جمعی لایوای سید آیپوش رو میدیدن. خب بعد من عصبی میکردن چون این بند خدا خواهر مادرشون اینا کهیر زدن، یعنی به خشکی افتادن. بعد سید آیپوش خوشاش که جواب بیادبیاشون میداد آبدار بود، خب کاری میکرد که اینا از کهیری و کویری بزنن بیرون نمدار بشه. خب بعد این بره وایس دم در ژتون بفروشه براشون کاسبی بکنه. حالا من میخوام کاسبیشون رو به هم بزنم، خب همون تو خواهر مادرش تو همون کهیر و کویری بمونه، من امشب فوش نمیدم، میخوام ضررشون بزنم. سید عشقی عشق، فقط اومدم یه سلام علیکی بکنم پایین هستم. مرد عشقی، مرد لحظات، تو هستی ما هستیم. عشق منی، زنده باد زنده باد، خدا حفظت کنه. همین که با فکرت، با اندیشت، با اعتقادت از راه حق، از راه درستی که انتخاب کردی حمایت میکنی و دفاع میکنی، سینت دادی جلو، با افتخار میگی من یه ولاییم. درود خدا بر تو عشقی. من میرم پایین، بچه دیگه کسی درخواستات بیار بالا. من به دستیم به موقع، اگه کسی اومد زیاد پر روی کرد سریع میام بالا. یه گیرم روش. باشه فعلا خدافز. پایین لده خدافز خدافز. آج احمد آقا ممنونم، میگه ما طرفدار سید آیوش هستیم که در سراسر جهان طرفدار داره. ممنونم، من سرباز ادبتونم. زنده باد مقام معظم رهبری، زنده باد نظام جمهوری اسلامی ایران، زنده باد ولایت فقیه، زنده باد سپاه پاسداران ایران، زنده باد بسیج، زنده باد هشت شعبی، زنده باد بچه های امنیت با تمام ارگاناش. خب خدا حفظشون کنه. هرچی خیر و برکت اول از خدا داریم، بعد از سایه اهل بیت داریم و این عزیزان، این اقتدار، این زیبایی، این همه پیشرفت روزانه در علم، در صنعت، در هوافضا، در پزشکی، همش به برکت جمهوری اسلامی ایران بوده. این سعادتی که خداوند به خمینی کبیر داده و من بعدش به حضرت آقا خامنه ای، خیلی هاشون هم میبینن این همه علم، این همه پیشرفت، این همه تکنولوژی،
این همه اقتدار در هیچ دوره از دوران قبل از انقلاب دیده نشده الا در دوره جمهوری اسلامی ایران. خداوند این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را حفظ بکند. خداوند دوره حضرت موسی نیست با یه ملت نابکار. خداوند دوره حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم روحی له الفدا نیست با یک مشت ملت کفار و منافق و جنایتکار. خداوند دوره نظام جمهوری اسلامی ایرانه با یک دنیا منافق و کفار و جنایتکار و همه 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 پلشتای دنیا. خدایا خدایا جمهوری اسلامی ایران را لایق حمایتهای خود بدان، لایق گفتگو بدان، ما را حمایت بکن به ملائکه صالحین. دوره خیلی سختیه خداوندا، دوره خیلی سختیه. اگه تو یه دوره یه فتنه جماعت بودن فتنه بودن، الان انواع و اقسام فتنه ها میبینیم، ما انواع و اقسام ظلم ها رو میبینیم. ملأ البحر و البر به قول دعایا که میخونیم، در همه جا در زمین و زمان و آسمان فساد، کفر، نفاق، پلیدی، پلشتی، ناجوانمردی، فسق و فجور عیان است. خداوندا جمهوری اسلامی ایران را لایق گفتگو با خود بدان، دعاهایش را مستجاب بدار، اقتدارش را روز به روز بیشتر بفرما، دشمنانش را خار و ذلیل بگردان. دولت جمهوری اسلامی ایران دولت پیامبره، همونی که 1400 سال پیش از محمد و آل محمد قصبش کردند، 1400 سال فسق و فجور کردند به نام اسلام، کشورگشایی کردند، قتل کردند، جنایت کردند به نام اسلام. الان 44 سال حکومت اسلامی به خاندان پیامبر رسیده، به نسل پیامبر رسیده. خدایا ما را مقتدا و مقتدر کل دنیا قرار بده به اذنت یا قوی المستعان، یا قوی المستعان. خدایا جمهوری اسلامی ایران را حفظ بفرما، رهبرمون و مقام معظم رهبری را حفظ بفرما، ما را در قله‌های پیشرفت علمی، پزشکی، فضایی جزو رتبه های اول دنیا قرار بده. اللهم عجل وليك الفرج بالعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومصارعين إليه ومستشهدين بين يديه. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. جمهوری اسلامی ایران همون خط ولایی حضرت علی و پیامبر و آل بیتشه. 1400 سال پیش از ما قصب کردند، به آل بیت فرصت ندادن. الان 44 ساله نسل سادات، نسل آل بیت حکومت در دست گرفتن. خداوند این حکومت پایدار و مقتدر قرار بده، دشمنانشان را خال و ذلیل بفرما. این بهترین دعاییه که میتونستم بکنم.
ان شاء الله. زنده باشیم، یه دمت گرم، بهترین دعا بود. انشالله اون بیادبا هم خدا هدایتشون میکنه، خدا بهشون انقدر فهم و شعور بده که به دیگران بیادبی و بیحرمتی نکنن. خداوندم به ما صبر بده جواب این بیادبا رو ندیم مثل خودشون با بیادبی. یا علی 313 به کوری چشم دشمنان. بله، به خدا فقط خودتون خسته میکنین، فقط خودتون خسته داریم میکنین با بیادبی. هم روحتون و هم روانتون و همه چیزتون رو دارین خسته میکنین. یعنی من الان جواب فوشاتونو بدم خیالتون راحت میشه؟ اون کرماتون یه مقدار آسایش پیدا میکنه؟ آه؟ دوست دارین من جواب فوشاتونو بدم؟ نه؟ خوشتون میاد؟ خواهر مادراتونو دورتون جمع بکنین؟ خواهر مادراتونو دورتون جمع بکنین؟ زنت، خواهرت، دخترتو، مادرت دور جمع بکن. میخوام جواب فوشاتون رو یه بار بدم، لاغل اونا تحریک بشن، بتونی کاسبی بکنی، کهیر زدن، بتونی وایسی دم در جتون براشون بفروشی. هر موقع جمع کردین خواهر مادرتون اعلان بکنین که من جواب فوشاتون رو بدم. دوستان جوابشون رو بدم یه بار، میخوان اعصابتو به هم بزنن. باشه، بس کنترل میکنیم، صبوری میکنیم. مرسی، مرسی که حمایت میکنی سار جان. دوستان ممنونم که لایک میکنین، حمایت میکنین، دورتون بگردم. علی جان ممنونم، شکر خدا من خوبم. حسودی میکنن از سیویلا، حسودی میکنن. یه کاش ما هم سیویلای سید آی پوشه داشتیم. ندارم، بدبختم بیچاره. از حسادت دارن میسوزن به خدا. میبینن حکومت دست ماست، قدرت دست ماست، ولایی ها همه جا هستن، هیبت دارن، رخ دارن، شکل دارن، قدرت دارن، اینا هیچی نیستن. نهایتش با یه پیج فیک میان چهار تا فوش می نویسن. خب چه باید هست از حسودی بمیرن؟ به قول حضرت آقا و قرآن، کلام قرآن، موتون فی غیظه کن، از شدت ناراحتی بمیرین که اینقدر شما بی وجودین، اینقدر بی وجودین که نهایتش، نهایت وجودتون یه پیج فیک درست بکنین، بیان دو تا فوش بنویسین.
مردم و پسراشون عکس دختر میذارن بعد با حالت تناسبی مردن فش میدن آه خدا من چقدر به اینا بخندم. زنده با جمهوری اسلامی ایران، رهبر آقا رهبر دنیا خاورمیانه چیه؟ سید علی خامنه رهبر دنیاست، رهبرای کل دنیا لنگ میندازن جلوش. زنده با جمهوری اسلامی ایران. تا مردان و غیرت در ایران عزیز و سور دارن، جایی برای بی غیرتان و وطن فروشان نیست. ماشاءالله یا علی. سیدا تاج سر شما، سیدا حلال زادن. مادراشون با پدراشون صیغه عقد خوندن جاری کردن، خب ولی اکثر این برانداز ها باید برن تست دی این این بدن ببین سلالهشون به کی میرسه، به تاتار، به چنگیز، به مغول، به اسکندر. به روسا، به انگلیزا. خدا رو شکر سادات یه نقاهت ژنتیکی دارن، به قول معروف یه چی میگن، یعنی شفافیت زلالی ژنتیکی دارن. یعنی من سید میتونم بگم پدرم کیه، پدر بزرگم کیه، پدر پدر بزرگم کیه، پدر پدر بزرگم کیه، خب پدر 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 بزرگم که به خدا دارم، من ببین شجره نامه دارم. ولی از این برانداز ها، از اینا، از اینایی که میان به سادات فاش میدن، بهش بگو دو تا پدرت بعد از خودت نشون بده. ببین اگه تخم مغولی، انگلیسی، اسکندری در نیومد، من این سیویلا رو خوش خوش میتراشم. باجا خب برای همین میان به سادات فش میدن. چیری آموزا خوشحاتی، خوی آموزا سلامتی، کر داود و دارد. سلام آموزگانم، خوشحاتی، خوشحاتی. ببین جمهوری اسلامی را چه هیبتی داره که تمثال حاج قاسم وحشت به جون اینا میندازه، جون این وهابیا. همین وهابیا بودن که براندازا رو ساپورت میکردن دیگه، پول و تبلیغات و خدا نیستیدم. من سید نیری، من آفای دیری کنه پیر ماما دیری چی نیری بنال پیر ماما دیری. از تمثال، از اکسس. دیروز من تو لایو این عربا رفته بودم، این وهابی هایی که تو سوریه هستن سر می برن القاعده و اینا، خب میگو آها مامم میخواست مسخره بکنه، میگو آقا دیدی اتحاد عربستان سعودی به خاطر مجسمه حاج قاسم بازی نگن. گفتم خب از ترس کونشون بود، به قول علی کل کسگم بود، میگو از ترس کونت هم بود. شما یه مجسمه از تمثال حاج قاسم ریدین، به خودتون فرار کردین رفتین.
خدا. گیت شدن نمیدونم. و ما یا نانا و کر دجبین بیم کرا دجبین نه هر که هستی دجبین نه کرا خواست دجبین نه خمه تا درها خرف نیرم و کردی دجبین دویم به اداوی نکه خوب من هرچی بوی من دجمین و یکتری نیمن اه بخوازی دجمین خرابید خمتا در قصیه دیری چین آیم قصیه بکر به ادوی بکی خمتا در اجاره بهم دشمن نیمم بس قصیه نکر هم و تو هم و یک که دیزه و کردی دشمن دی بله کردم آموزا ببین من اگه فش نمیخوردم به رفتارم و به اندیشم و فکرم و رایی که دارم میرم شک میکردم بس یعنی معلومه من تو جایگاه صحیح قرار گرفتم که دارم فش میخورم چون فشا رو فقط انسانهای بی ادب دارن میدن انسانهایی که بی ادبن بی پدر مادرن بی اصل و نسبن بدون سبب میان به دیگران فحش میدن پس یعنی من چی؟ تو جایگاه درستی هم یعنی من تو جایگاه درستی هم آقا رضا بیخیالش رو ولش کنی ممنونم یا علی خدا هم شما رو حفظ بکنه یادتون میومد یادتون ببین من الان چند ماه نزدیک 4 ماه من الان تو تیک تاکم روزای اولی که اومدم تو تیک تاک خب خیلی هاشو منو میشناختن از قدیم تو اینستاگرام یوتیوب خب منو میشناختن میومدم بهم میگفت ببین اینجا تیک تاک اینستاگرام نیست سیاوی پوش تو بیا اینجا دار بده فلانت میکنیم بیسارت میکنیم گفتم معذرت میخوام کیرم هم نمیتونین بخورین خارکوسا مادر زنده کیرم تو بالاتون تو خوهرتون تو مادراتون توف میکنم تو سلاخ ننه هاتون مادر غبا من سید آقای پوشم خارکوسا شما 10 نفری جمع میشین یه لایو 10 نفری میدین 12 نفر تو لایوتونن مادر جندا ببینه من لایو من تا 500 نفرم میرسه کسکشا من سید آقای پوشم صبر و تحملم زیاده
ولی وقتی قاطی میکنم کیر تو دماغتون میکنم، وقتی کیر تو دماغتون میکنم خیام میره تو دهنتون. وارقم حالا جوردی هرچی بچه سپاهیه تو گوز قهر مادرتون، کیر هرچی بس میجیه تو حلق مادراتون، کیر بچه های هشت شعبی تو سولاخ های آبجیاتون. آخر سواری اینجوری خوشمزه بدون حال میدم. الان امشب کاسبین، الان آب از کس خواهرت، آب از کس مادرت، آب از کس دخترت، آب از کس ایل و توارت قشنگ را افتاد با فشای صدای پوش. الان قشنگ ما میزی دم در خونه جدون میبروجی برای کس کون آبجی و خواهر و ناموست مادر قهوه آغرزن ببین گور زدیم صدای شما سموری شکست کاسب شدین امروز مادر جدن. داداش دیدی ریدن همشون، دیدی همشون ریدن مادر قبا. آخ چه عشقی میگم، من خواهر شما رو میگم چه عشقی میگم. یک ساعت من گذاشتم شون همینجوری فقط بدونی که اهمیت ندم، آخر سر کیر کردم تا عاقبتشون. آخ چه حالی میده مادرت بره کیر سه دای پوش ات تو یخچال خونت برداره لیس بزنه کیرم تو یخچال خونه هاتون. الان بودو بودو میره در یخچالشون رو باز میکنه ببینه کیر سه دایبوش تو یخچالشون هست یا نیست. میره نیستن دیگه، رفتن در یخچالشون رو باز کن گوشی رو گذاشته کمه گوشی رو گذاشته کف زمین دویده در یخچال آشپز خونه باز میکنه میده کیر سه دار پشت یخچال خونه شون از یاریز ای مادر دل خدا تو غم هم به اینا بخلا چقدر اینا رو کیر غم. خب تا اذان نگفته هنوم مونده تا اذان بگه. خب جواب بیادبیاتون رو دادم خیلی حال کردم. صدای پوش اینجا این استگرام نیست، اینجا کی کندک فلانت میکنیم بی سرت میکنیم. شما کیر صدای پوش رو همه تون با هم دنبری جمع بشیم با هم میتونی شاید ساک بزنیم. در نوری کیون یا شما جمع بشین شاید کیر سیلا میشو ساک بزنین مادر قبا. خدا رحمت بکن آقا وحید براتی رو، بگم شما کیون یا در نفر جمع بشین یه کمپوت نمیتونین باز بکنین بخوری، ولی شما قارکوزا در نفری میتونین کیر سیلا میشو ساک بزنین مادر قبا. چیه ریدی؟ ریدی به خودت؟ ریدی؟ اینجاست که ببی، اینجاست که میگن جمهوری اسلامی ایران اسهال زیر بر اندازه انداخته.
ریدن ریدن خدا چه حالی بکنم هم ریدن خدا کلی حال کردیم کلی خندیدیم خب من با عزتون برم یواش یواش دیگه چیزی نمونده به وقت لندن اذان بگه بریم نماز بخونیم خدا عافیت شما ما رو به خیر بکنه عشق منین به نور خدا زد اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن اعدائهم مرگ بر ضد ولایت فقیه. خیلی روز خوبی بود، ممنونم، خوش خورم باشی، صفای وجودتون، یا علی مدد.